یک سال از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک گذشت تا جهان اطمینان حاصل بکند، برنامه هسته‌ای ایران مهار شده و ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. از سوی دیگر تحریم‌های وضع شده علیه ایران از طرف سازمان‌های بین‌المللی و همچنین کشور ایالات متحده برچیده شد تا زمینه بازگشت اقتصاد ایران به عرصه جهانی فراهم بشه. اما اکنون موافقین و مخالفین برجام چه می‌گویند؟ جهان امروز جهان امن‌تری است، چرا که جنگ در منطقه بر اساس پتانسیل یک رویارویی هسته‌ای، یک انفجار هسته‌ای محاسبه نمی‌شود و به خاطر اینکه ما توانایی حل برخی مسائل نظیر ورود ملوانان به آب‌های ایران را داشتیم که آنها در کمتر از 24 ساعت آزاد شدند، اگر توافقی در کار نبود این اتفاق ممکن نمی‌شد. از سوی دیگر اما عده‌ای در امریکا برخلاف جان کری معتقدند این رژیم ایران است که در این توافق دست بالا را دارد. Well, the great risk is that this deal will allow Iran not only to have nuclear weapons capability. ریسک بزرگ این است که این توافق نه تنها به ایران این امکان را می‌دهد که ظرفیت دستیابی به سلاح اتمی را داشته باشد، بلکه باعث نفوذ و برتری ایران در منطقه نیز می‌شود و همینطور امتیازهای اقتصادی و سیاسی را نیز برای ایران در بر داشته است. پس از دیدگاه رژیم ایران برای آنها این توافق بسیار خوب بوده است. مارک دوبویتس از مخالفان توافق هسته‌ای در جلسه‌ای که هفته گذشته در محل کنگره آمریکا با عنوان تجارت پرمخاطره در ایران برگزار شد، همچنین گفت برداشتن تحریم‌ها و فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران تنها به نفع سپاه پاسداران این کشور خواهد بود تا بتواند به حمایت خود از رژیم سوریه و حزب الله لبنان ادامه دهد. اینایی که میگن خب دست سپاه باز میشه، باید به این سوال جواب بدن که مگه قبلا هم همین ادعا رو مطرح نمی‌کردن؟ یعنی در زمانی که تحریم بودیم، در زمانی که ایران در تحریم بود، بحث مطرح میشد که ایران سپاه، نیروی قدس، نمیدونم چیزهای شبیه نیروی نظامی ایران دارن تو منطقه فعالیت میکنن. خب اون موقعی که تحریم بودن این پول رو از کجا آوردن؟ کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً به سه طرح رأی داد که میتواند جلوی فروش بوئینگ و هواپیماهای مدرن دیگر به ایران را بگیرد. در این حال مجلس نمایندگان طرح‌های ایرانی نیز برای تحریم مالی ایران تصویب کرده است. طرف آمریکایی که این رو مطرح می‌کنه، مسئله‌اش لزوماً و صرفاً نیست. یک مسئله‌اش بخشش دعوای شخصی، دعوای انتخاباتیه. حالا فرق جدا از بحث این موضوع، بحث لابی‌های مذهبی مسیحی و لابی‌های یهودیه. این رو نمیشه توجیه کرد که چون این کارو می‌کنه، یعنی وسایل می‌فرسته این برابر، باعث بشه بگیم که اوکی، توافق هستی خوب نیست، به ایران توافق نفروشیم چیزایی شده. Well, the only opportunity for Iranians is that there has to be a real Iranian private sector. تنها راه برای ایرانیان این است که آنها به صورت واقعی یک بخش خصوصی داشته باشند که در برابر سپاه پاسداران و رهبری و امپراتوری ثروتمند او مقاومت کنند. و تا وقتی که یک بخش خصوصی واقعی در ایران نباشد، مردم ایران از رفع تحریم‌ها نفع واقعی نخواهند برد و زینف از توافق هسته‌ای نخواهند بود. این در حالی است که باراک اوباما گفته است طرح‌هایی که مانع از اجرای توافق شود را وتو خواهد کرد. اما کمتر از 4 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و هر دو نامزد احتمالی ریاست جمهوری این کشور لزوم فشار بیشتر به ایران را در کمپین‌های انتخاباتی خود مطرح کردند. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی.